اینجا واحدی بود سید عبدالحسین واحدی گفت دیدی چه کردند حاضری کشته بشی حاضری شهید بشی مردانه به میدان بری گفتم بله گفت رابط بین دکتر مصدق و دربار آقای دکتر فاطمی و آقای دکتر فاطمی قصد جان نواب صفوی رو کرده ما اجازه نمیدیم کسی قصد جان رهبر فدایان اسلام بکنه یه اصل کلتی آوردشون به من گفت همین ماشه رو به تکانی جریان تمامه من چون نوجوان بودم و کوچک بودم جیب کتم نمیشد این کلت رو جا گذاشت یه چلواری آوردن یه جیب بزرگ برای من دوختن این کلت رو گذاشتیم تو این جیب همون روز از هر رای نان یک نان سنگک گذاشتم خریده بودیم آمدم میدان بهارستان روزنامه باختر امروز دکتر فاطمی نمی اومد آقای محمد رضا جلالی نایی نمی اومد روزنامه رو اداره میکرد دکتر فاطمی شد بود معاون نخست وزیر هست عکسای دکتر فاطمی که معاون نخست وزیره شعبان بیمخ حافظشه همین شعبان بیمخ که میگن دکتر فاطمی ره زده حافظ دکتر فاطمی بود جز محافظین دکتر فاطمی عکسش هست نیومد آقای دکتر فاطمی تا اینکه شب در روزنامه خواندیم شب جمعه بود فردا سر قبر مسعود توی این قبرستان زهیر دوله که در شمران نزدیک در بن هست سر قبر مسعود آقای دکتر فاطمی سخنرانی میکنه من و آقای گلدوستنامی که فوت کرده از در گذاشتیم جیب بون پشت اومدیم تو عرضم خدمت شما سر قبر زهیر دوله نیکپور ناینی بود صاحب بانک پارس بغل دکتر فاطمی ایستاده بود بین من به دکتر فاطمی یک قبر فاصله بود دکتر فاطمی اومد صحبت کنه من اسلحه رو کشیدم ماشه رو تکان دادم صدا بلند شد شروع شد من اسلحه رو انداختم روی قبر یه شخصی بود به نام عباس گودرزی جگرفروش بود تو تجریش اومد اونو ورداره گفتن سرش من دمونه میزنن فریاد کشتم الله اکبر الله اکبر الله اکبر من زدم جمعیت ریخت من زدن و پاسمان رو ریختن من از دست جمعیت بیرون آوردن توی یک ماشین سواری گرفتن آوردنم توی کلانتری شمران بیارن دیدن شلوغ من آوردن شهربانی آدم شهربانی سلشر کوپال رئیس شهربانی بود که روزنامه نبرد ملت تیز زده بود آقای کوپال ای آدم کش آقای کوپال موقعی که سروان بوده عرضم به خدمت شما کسی که قائله جنگل رو به وجود آورده سردار جنگل رو دستگیر کرده همچه سابقه خوبی نداره میزو کوچیک خان آقای کوپال سروان بوده میزو کوچیک خان دستگیر کرده تو کارنامش هست ما شده بود در شهربانی بردنش پیش شما بردن پیشون؟ پیش من بردن اتاق ریاست شهربانی گفتن اسلحه از چی گرفتی؟ یه افسانه براشون ساختم که من در مسجد زهیر الاسلام تو کوچه زهیر الاسلام بودم در جلسه شرکت کردم یه آدم ریشداری من احوال پرسی کرد دو روز بعدش من خواست من رب برد توی دستشویی مسجد زهیر الاسلام از داره به من داد پاسپورت من شد بله آقای بیگی بود بعد آقای خردمند رئیس شعبه 22 دادگستری شد بعد حالا مثلا شما اینو اینترو رو کردین مخواستین رابطه مصدق و شاه در حقیقت شما بینید 31 سال 31 بعد از این قضیه اتفاق افتاد خب اینو اثر گذاشت واقعا اثر گذاشت دکتر فاطمی رفت بیمارستان این رابطه به هم ریخت به همین جهت آقای دکتر فاطمی میخواست وزیر دفاع بشه استعفا کرد قوام سلطنه فرمان به خود وزیر دفاع تصمیم گرفتن حسین علا رو بزنن خب که میخواست بره عاقد پیمان نظامی بغداد بشه من مظفر راه انداختم من رفتم پیش مادر نباسوی اصله کلت گرفتم آوردم به مرحوم شهید سید عبدالحسین واحدی دادم که اگر در تهران نشد کاری بکنیم در اهوازشون کاری بکنه
ما شب منزل آقای صدق رامسان شیرازی بودیم. اون روز صبح که علا زدن چهارشنبه در 25 آبان سال 34 من مظفر ذوالقدر راه انداختم با نباب صفی، من خلیل تهماسبی راه انداختم رفت خونه مادرش. من بودم که با واحدی و سید محمد اینا رفتن آقای اسدالله خطیبی اسدالله سبزی‌پوشه برداشتن رفتن به اهواز. در همه این جریانات من بودم.